در بخش جوانان امروز آقای شفیع کریمی مهمان ما هستند. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر ایمل جان و صبح تمامی بینندگان عزیز تلویزیون تول نیوز تلو و خصوصا مردمی بامداد خوش بخیر. سلامت باشین، بسیار خوش آمدین. میگن جوانان نیروی بالنده یک سرزمین هستند و شکر خدا جوانای خیر خوبی در این سرزمین داریم که از او جمله شفیع جان کریمی هستند که سابق هم کارمند بودن، همکار ما بودن، در بخش نیوز کار میکردن، از امون خاطر میره به طرف سیاست و خبر و طلو نیوز میره. بسیار خوش آمدین کریمی. سلامت باشین، تشکر بسیار از اینکه دعوت کردین، فرصت سلامت دادین. خب شفیع جان، از دوره مکتبت بر ما بگو. امی که میگن دوره مکتب یک دوره تکرار نشدنی هست، خودت چقدر با این صحبت موافق هستی؟ بدون شک ای یک گپ بسیار حقیقت است. ما زمانی که من اون سال در لیسه مکتب متوسطه با مزد به نزدیک های جایی که زندگی میکردیم خواندم و با محیطی که حداقل با دوستایی که آموخته شده بودیم و آنس گرفته بودیم، او تا صنف نو بود و تمام شد. بعدش تصمیم بری شد که وارد مکتب لیسه شدیم و من درس ما با لیسه علیه بیا آغاز کردم. بعد صنف نوم، یعنی وارد صنف دوم شدم. اونجا یک محیط کاملا متفاوت و با دوستای بسیار نو آشنا شدیم. خاطراتی که در زمان مکتب بود و حداقل با هم صنفیا داشتیم تا اکنون هم فراموشم نمیشه. یعنی به گونه بیانم است که فکر میکنم دیروزم همون روزایی بود که من در مکتب بودم و درس میاموختم و مکتب میخواندم. خاطراتی که با استادا داشتیم، من یکم شوخ بودم در مکتب و حتی در صف دوازده ما از پیش استاد یک بار چی میگنم و لط خوردیم به خاطر هم کارخانگی نبردن همچی یکان چیزایی. ولی خاطرات بسیار زیاد شدید هم داشت از زمان و تلخترین خاطره ایشی بود که سال آخر صف دوازده هم امو پارچه امتحانت هم میگیری و روزی از که خلاص میشه بخیر دیگه، از کل دوستا دور میشی و از معلومات دور میشی، با مکتب ودا میگی و پا کمی هم فراتر میگذاری. سخت‌ترین روزی است، ولی دیدت بر آینده باز بسیار زیاد خوشبین میشه، برای که تحصیلات عالی تا ادامه میدی و شامل یک دنیای جدید میشی. بله، بین از دنیای جدید صحبت بکنین، از تحصیلات عالی صحبت بکنین که کدام رشته را خواندین؟ من زمانی که از مکتب فارغ شدم، من علاقه بسیار زیاد داشتم به دانشکده علوم سیاسی. بله. زیاد علاقمند بودم که من علوم سیاسی بخوانم و چون این علاقمندی به یک بارگی در وجود من نبوده، بلکه من صنف 9 و 10 هم علاقمند به می بودم که در یک دنیایی که حداقل برای جوان ها فرصت بسیار مهیا شه و من رشته را بخونم که من بتونم از طریق از او برسم. و من در یکی از دانشگاه خصوصی درس را تمام کردم، من علوم سیاسی خواندم و همزمان با این که سال اول دانشگاه بودم، من علاقه بسیار زیاد به کار کردن با رسانه و اینا را همزمان پیدا کردم. امی بود که من یک دانشکده دیگر هم ژورنالیسم آغاز کردم و البته او دو ساله بود، برای دو سال تمام کردم که موفق شدم به این که در امو یعنی سمستر اول دانشگاهی من بتانم به تلویزیون را پیدا بکنم و کار کنم. که نخستین کارم هم به عنوان دستیار تهیه کننده با یک از رسانه خصوصی بود که با موشه و قلاقه بسیار زیاده که داشتم و همزمان با ای که بسیار زیاد تبتلاش میکردم که آرزوی که دارم برش برستم، ما به عنوان مدیر واحد سیاسی در تلویزیون کار کردم. عشق و علاقمندی به دنیای رسانه از کجا پیدا شد؟ زمانی که من زیاد به خبر علاقمند بودم، خبر زیاد میدیدم و مثلا در مکتب زیاد وقتی که صحبت میکردم هم چگان چیزای طبیعی است، نیک زیر تاثیر زیاد یک کس میره چون با محیط زیاد آشنا نباشی. ولی من وقتی دانشگاه رفتم درس ما شروع کردم، اونجا با یک محیط بسیار متفاوت آشنا شدم، دوستای بسیار زیاد متفاوت، استادای متفاوت، کسایی که حداقل از اونها چیز زیاد میگرفتی. اونمو بود که من صحبت زیاد کردم و علاقمندیم به این پیدا شد که نه، استعداد در وجودت هست و میتونی حداقل از امی استعدادت استفاده خوب بکنی و یکانه رایش هم امی بود که من میتونستم این استعداد ما از طریق امی رسانه به نمایش بگذارم و چون سخنرانی خوب میکردم و دوستانم هم تشویق میکرد که خودت میتونی یک گوینده بسیار خوب شوی و علاقه اندی زیادم به امی بود که من بتونم یک گوینده خوب شوم. من خاطری بسیار جالب هم دارم، اگر فرصت باشه من کوتاه میخوایم صحبت کنم. من وقتی که به تلویزیون میرفتم تقریبا 8 ماه از کارم در یک رسانه سپاری شده بود. باز من کردم خانه هر روز بیرون میشدم، بیبی من میگفت که مادر کلانم البته آدمی کلا که در تلویزیون میره کار میکنه، خودم پرده تلویزیون ظاهر میشه، همین 8 ماه که از خانه میری پس میایی در تلویزیون کار میکنی، یک روز هم در تلویزیون ندیدمتون.
بازمی باعث شد که ما چون علاقه زیاد داشتم ولی یک بارگی بسیار زیاد مشکل است که تازه بر رسانه کار آغاز بکنی باز عملا بری روی اسکرین و پرزنت کنی برنامه ری خیلی مشکل است تک دشوار است. ما پیشنهاد کردم برام جایی که کار میکردم باز خوشبختانه از طرف اونا قبول شد. تقریبا دو سال ما گردانده برنامه بودم. البته پس آرزوی بی بی جان برآورده شد. دیدن باز یگان روز میشد مثلا برقانه ای بود من براشون زنگ میزنم که بی بی جان همین تلویزیون اگر جنراتور روشن کنن هم می بچه می قدیدم ات بسته زیدیم خسته شده بود از دیدن از جا چون دو سال متواتر من روی اسکرین بودم از اون خاطر زیاد برشون چی شده بود دیگر تکراری شده بود. خب شفی جان از کارهای مدنیت بگو از کارهایی که برای جوانان انجام دادی. من از زمان که مکتب بودم من از اون زمان یک کمپاین در مکتب آغاز شد صلیب سرخ کمپاین خوندی را آغاز کرده بود و به عنوان یک کسی که به نماینده صنف 12 هم من انتخاب شدم و این کمپاین هم از مکتب شروع کردم کل هم همسون پیا و کسایی که در مکتب بودن بله. دیگر از دیگر صنف ها را تشویق کردم به اینکه بیاین در این کمپاین اشتراک بکنن و خون بتن و همچه مسایل از اونجا بود که یک حس نسبت به این کارهای مدنی هم برام پیدا شد و من بیشتر کارهای من از اونجا آغاز کردم و تا این که حداقل در من آل جز صنف 2018 رهبران نوظهور جامعه مدنی هستم که از طرف یک دفتر خارجی برگزار میشه و البته کورسای کوتاه مدت رهبری مدیریت هم توسط اینمی سازمان که من جز از این صنف هستم به بیرون از کشور هم درس خواندیم و البته از طریق رسانه کار میکردم سفرهای زیاد هم به بیرون از کشور داشتیم به خاطر اکسچنج یا تبادله نظر میان ژورنالیستان افغانستان پاکستان و ژورنالیستان افغانستان ایران که خوشبختانه یک برنامه بسیار زیاد مفید بوده و تونسته بسیار زیاد مفید تمام شوه. شفی جان از کار هم آدم خسته میشه. شفی کریمی نخستین روزایی که آمد به موبی خصوصا کار با تولو نیوز آغاز کرد و شفی قدر خسته و زله می بود و نه اول خوش و خوشحال بود که آمدم به تولو نیوز آمدم امرای موبی کار آغاز کردم. کم کم مریم جان که مسئولیت های شفی کریمی زیاد شد باز در پیش امی کانتین که بیدیدی باز دم گوشگه کم تو خسته و زله شفی چی گپ هست ولی بسیار خسته شده ایم. کار زیاد است. بین از خاطراتت از موبی قصه بکو از تولو نیوز بر ما بگوید. بدون شک میفهمید ایمال جان امی در بیرون دیده که امی بله. کل ژورنالیست ها و این کسایی که مثلا در رسانه اینا کار میکنن رسانه البته خارج از موبی اما یکان آرزویشان امی است که یک روز به موبی گروپ کار بکنن خصوصا تو تولو نیوز و ما هم آرزوی امی بود که من بتانم یک روز بیایم با تولو نیوز کار بکنم چون من امو بخش را کار میکنم بخش سیاسی بود و همچنان خبر با تولو نیوز خوشبختانه کارم آغاز کردم ولی آنقدر فشار کار زیاد بود که من اعتراف میکنم جایی که قبلا کار میکردم آنقدر فشار کار زیاد نبود گرچه مسئولیتم بلندتر بود ولی با تولو نیوز کار و یک مسئولیت کلان دیگه هم که من تهیه کننده ارشد شدم برای تا مدتی که بودم یعنی فشار کار به اندازه زیاد بود. من همواره تو وقتهایی میشد که باید به جلسه دو بجهی که ما آمادگی میگرفتیم میمانا را کلش یک بر شب تمام شد دعوت میکردیم باید در جلسه دو بجهی حتما میگفتیم یک زمان میشد که میمانا ست نمیشد نان و چاش کلن فراموش میشد به ای که نان بخوریم امی عجله به می بود که میمانای باید برای شب آماده شد و یا ای که زمانی که من مسئولیت خبر شش در داشتم کلا دیدم طرف ازی بود که بتانیم امی خبر به وقتش برسانیم حداقل روی گزارش ها بیشتر فوکس شد و کدام گزارش ها در اولویت قرار بگیره یعنی فشار کار به اندازه زیاد بود. دوستای بسیار خوب را من پیدا کردم به موبی گروپ ایمل جان خودتان شما و دوستایی که بعد تولو نیوز بودن نام اگر بگیرم بسیار زیاد هستن با. تمامشون کسایی هستن که ازشون بسیار چیزا آموختم. باز که خسته میشد باز با مسنجر ما مسیج میکرد میگفت که بسیار خسته و لاست و بسیار خب شفی جان به نظر خودت یک جوان چطور میتونه موفق شوه؟ بدون شک من این را اعتراف میکنم به اینکه تعداد زیاد از جوان ها هستن بسیار زیاد مایوس به این هستن خب اگر جای درخواست کار بتن باز ازشان پرسان میکنن که بل. تجربه کاری نداره نمیتونید که کار کنین باز بسیار زیاد مایوس میشن به اینکه خب درس هم خوانده مکتبم تمام شد تحصیلات عالی هم تمام شد دانشگاه هم خلاص شد ولی تا هنوز هم کار پیدا نکردیم میفهمین این زیاد مشکل از خود جوانان است از بل. طرف مقابل نیست که خب کار در پشت خانه کس نمیای یک گپ بازی از تعداد زیاد جوان ها بیشتر فضای کاری هم بسیار زیاد کمتر ولی در بین همینقدر کسایی که هستی خود به نمایش بگذار که چقدر استعداد توانایی داری که برات کار پیدا شود. من فکر میکنم فعالیت های رضاکارانه حالا که بسیار زیاد از رسانه ها و نهادهای خصوصی نهادهای دولتی خوشبختانه بیشتر دختر خانم ها و پسرهایی که میخواین کار بکنن به شکل اینترن یا رضاکارانه شامل میشن یک زمان که ما بودیم هم چه کار نبود ولی البته من زیاد تا
تلاش کردم به اینکه توسط کارهای رضاکارانیم بتونم کار پیدا بکنم، ولی برای فعلا فضا برای جوانان بسیار زیاد باز است. به اینکه اگر به دانشگاه هستند عملا میتونن در اون سال اول یا دومشان هستند در اون بخش که اونا درس میخوانن برن به یک اداره به شکل انترن کار بکنن، و این خودش یک زمینه تجربه بسیار زیاد خوبه برایشان فراهم میسازه تا اینکه بتونن بعد از اینکه از دانشگاه فارغ شوند وارد هم کارشان شوه. بله. من فکر میکنم که البته یک بخش کاری است و بخش دیگه هم استعدادی که داری و حداقل توانایی که داری هیچگاه خاموش پیش خود نگه نداریش. من فکر میکنم که اگر بتونی استعدادت رو برنمایش بگذاری بدون شک که یک جوان بسیار زیاد موفق و خوب میتونی که برای خودت، برای فامیلت، برای جامعه و برای کارت. خیلی هم سپاسگزار هستم. شفیق کریمی در نهادهای شخصی کارهای مختلف داشتن که حالا هم کارمند وزارت تحصیلات عالی افغانستان هستن. آرزوی موفقیت. بعد هم وقفه بگیریم.